درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی تلویزیون میهن. همچنین درود به جناب بهبهانی. من امیدوارم بینندگان و شنوندگان گرامی هفته خوشی رو گذرانده باشند، هفته خوش دیگه‌ای در پیش داشته باشند. در هفته‌ای که گذشت بازار سهام تغییرات خیلی شدیدی داشت و اصولاً یک فرصت خوبی برای خرید پیش اومد، خرید سهام، و خیلی هم زود از بین رفت اون فرصت. البته هنوز اون تنش و اشکالات که پیش از این وجود داشت وجود داره، که مهمترینش اختلاف جنگ اقتصادی چین کمونیست و امریکاست و اصولا ترامپ همون که هفته پیشم من ذکر کردم 10% مالیات گذاشته روی 300 بیلیون دلار از صادرات چین کمونیست. البته باید به خاطر بیاریم که یه 200 بیلیون دلار هم الان داره 25% مالیات میده، مالیات تعرفه گمرکی میده. بنابراین چین کمونیست هم در حال تلافی کردن، هرچند نمیتونه زیاد تلافی کنه چون صادرات امریکا به چین کمونیست چیزی در حدود اندکی بیش از 60 بیلیون دلاره. خب خیلی از شرکت‌های امریکایی در چین کمونیست کار می‌کنند، به عنوان مثال فورد، جنرال موتورز، شوی ماشین می‌سازن اونجا. اخیراً هم تسلا رفته اونجا و امیدواره که ماشین قابل ملاحظه‌ای در اونجا بفروشه. البته هنوز کارخونه‌اش رو نیافتاده، هنوز تولید نرفته بیرون. ولی در همین حین خیلی از شرکت ها هستن که به خاطر مالیات که ایجاد شده، گمرک اضافی که امریکا میگیره، دارن از چین کمونیست میان بیرون و میرن برفرض هندوستان یا به ویژه ویتنام شمالی و تایلند و کشورهای دیگه. یک جا به جایی داره میشه این خط تولید صنعتی در که در نهایت یک کالای تولید میشه و امریکا میاد یا به کشورهای دیگه میره. و این جریانی که پیش اومده باعث شده که چین کمونیست و مشکلات رو گروه بشه و البته بحری بانکیش رو چین کمونیست در زی هفت باید پول چین کمونیست میشد یک یان فرایش رو نکنم میشد یک دلار رو گرفت، ولی خب رفتی بیشتر از 7 دلار 7 یان شد که ارزش از دست داد و این باعث شد که یک جریان جدی شروع بشه در بازار سهام و بازار سهام برفرض در یه روز 700 پوینت بیشتر از 700 پوینت پایین رفت و البته دیروز هم اوایل صبح بیشتر از 600 پوینت پایین رفته بود، ولی خب در نهایت خیلی اندک بود چیزی که پایین رفته بود. اجازه فرمایید یه نگاهی بکنیم به در ابتدای برنامه به من یا به اشتراک بذارم. فرمایید در حال حاضر این داو جونز که 258 پوینت بالا رفته، نزدیک 1% امروز بالا رفته و همینجوری که منحنیش نگاه میکنید در از یک روز میبینید که چقدر از امروز از 26038 تا 26269 بالا رفته و الان که حالت 65، ولی خب افزایش قابل ملاحظه ای داشته. ولی اگر در 5 روز نگاه بکنیم میتونیم اون پایین رفتن رو شدیدش رو ببینیم که در اینجا رسیده بوده به نزدیک 20000 و 25600 و در اینجا هم خیلی پایین رفته بوده
این ریشیف هایی که هستش در این 5 روز گذشته گفتن تغییرات خیلی شدید داشته بازار سهام و به طور کلی فرصتی بوده که هر کسی که علاقمند بوده سهام رو ارزان‌تر بخره. برفرض اپل که تا 230 هم رفته بود بالا تا 190 هم اومد پایین. خب این نزدیک 40 پوینت فرقشه بس هر سهامی و در صورت قابل ملاحظه ایه. در صورت این فرصت در حال حاضر از بین رفته برای خریدن و قیمت رو داره میره بالا. ولی خب مشکلات سر جاش هست هنوز. هیچ بهبودی در رابطه اقتصادی امریکا و چین کمونیست ایجاد نشده. از طرف دیگه بهره‌های بانکی رو چون چین کمونیست پایین آورد و برابری پولش با دلار افزایش داد، پول خودش بی‌ارزش کرد، کاری که خب ما در رژیم جمهوری اسلامی باش خیلی آشنا هستیم و در این چند سال گذشته برفرض در آخرین بارش از 4000 تومان هر دلار تا 18000 تومان هم رسید و تو هم نمیدونم الان در حدود 12000 تومانه. ولی خب پول ایران به شدت بی‌ارزش شد در مقابل پول‌های خارجی. حتی در این موارد بیشترین صدمه رو مردم طبقه متوسط و پایین بهشون صدمه میخوره و کسانی که برفرض طبقه بالا هستن یا دسترسی به صادرات و واردات دارن خب اونا با دلار معامله میکنن و بلافاصله قیمتاشون هم با اون تنظیم میکنن. تو که ما میبینیم در ایران اکثر چیزهایی که میخواد خرید و فروش بشه فرقا به قیمت دلار یه چیزی در اینجا وجود داره، صرف نظر از بعضی از کالاها که در ایران تولید میشه احتمالا ارزان‌تر خواهد بود. ولی خب به طور کلی بی‌ارزش شدن پول و بعضی چین کمونیستش اقدام کرد، تایلند و هندوستان و نیوزیلند هم چنین کاری کردن. ما میدونیم که در ابتدا امریکا 0.4% هفته پیش صحبتش شد بهره بانکی رو پایین آورد، ولی این بهره بانکی رو پایین آوردن باعث شد که وقتی چین کمونیست بی‌ارزش کرد پولش رو هندوستان، نیوزیلند و تایلند هم بهره بانکیشون پایین آوردن. البته ما میدونیم در اروپا بهره بانکی الان منفیه، یعنی پولی هم باید برید به بانک تا پولتون رو نگهدارن، صرف نظر کسون بهره نمیدن. درصد این وضعیتی که وجود داره و خب خیلی نگرانی وجود داره که در امریکا چنین وضعی پیش نیاد و هنوزم یکی از علتهایی هم که پول از خارج سرازیر شده به امریکا به خاطر همینه که بهره بانکیش الان خب به نزدیک 4% مقدار پایین‌تر اومده ولی 30 ساله در همون حد است. البته این وضعی که در این چند روز پیش اومد و از اون مهمتر خبری که بود در هفته گذشته در امریکا این اقدام به قتل مردم توسط دو شخصی بود که در دیتون اوهایو و یکی از شهرهای تگزاس از یه بیشتر از 30 نفر کشته شدن در رفته بودن خرید بکنن در یا در شب رفته بودن تو خیابون گردش بکنن و این دو شخصی که اصولاً یکیشون حالا به هر دلیل عمر فرد چه اقدامی رو کردن، البته اعتماد زیادی مخالفای ترامپ میچسبونن به صحبتهایی که ترامپ کرده، ولی خب خود ترامپ خیلی متاسف از این موضوع و زنگ میکنه که به طریقی جلوی این افرادی رو که احتمال داره دست به چنین کاری بزنن بگیرن. ولی خب از اونجور که اسلحه داشتن دوم اصل قانون اساسی امریکاست و اصولا در زمانی که این قانون اساسی نوشته شده اسلحه داشتن رو برای مردم آزاد گذاشتن تو قانون اساسی که به این منظور که هیچ وقت دولت نتونه یک دیکتاتوری مستقل ایجاد بکنه.
برعکس این برف از کشور اروپایی حتی در اون زمان. ولی خب یک این داشتن اصله جنبه منفی هم داره که ما میبینیم که بعضی وقت چنین اتفاقایی میفته که اصولا خیلی غم‌انگیزه و باور نکردنی هم هست. برف از طرف میره تو فروشگاه خرید بکنه دیوانه بلند میشه و میاد شروع میکنه تیراندازی کردن. هر روی این شخص ها خیلی سریع دستگیر شدن و کشته شدن. یکیشون کشته شد، یکیشون دستگیر شد. ولی خب همون چند ثانیه‌ای که یک دقیقه یا دو دقیقه‌ای که دستشون باز بود تونستن بیشتر از 30 نفر بکشن و تقاب مرحازین هم زخمی کردن. در صورت وضع اتفاق خیلی غم‌انگیزی بود که در هفته گذشته افتاد و بحث شدید هم ایجاد کرده. به یکی از این هدف هم هدفاش پفز خود امریکاست، همین ترامپ که متهم بهش میزنن که به خاطر صحبت هایی که کرده برای مکزیکی ها چنین اتفاق افتاده. در هفته گذشته البته ما میدونیم که در هنگ کنگ برای دموکراسی به شدت مبارزه میشه، چون چین کمونیست میخواد قوانین که چین کمونیست وجود داره در هنگ کنگ اجرا بکنه به این شکلی که مجرمانی که در هنگ کنگ هستن برن در دادگاه چین کمونیست محاکمه بشن. و این باعث شد که کذوبات وسیع شروع بشه، برام شاید نزدیک یک ماه باشه ولی هنوز هم ادامه داره. این تظاهرات گسترش پیدا کرد به کارمندان دولت هنگ کنگ. به اینجور که گفته میشه بدتر شده، خشنتر شده تظاهرات و چین کمونیست هم تهدید کرده که نیروهاشو وارد هنگ کنگ خواهد کرد. البته فیسز بکن میسین هم از این کار واسه سخت انجام دادنش، چون در حال حاضر اگه بخواد نمیتونه مثل سالهای 80 که جنبش دموکراسی در چین کمونیست سرکوب کرد در اینجا چنین اقدامی رو بکنه به اون شدت به خاطر وسایل ارتباط جمعی در حال حاضر وجود داره و در اون موقع وجود نداشت و موقعیت چین کمونیست در حال حاضر داره. در صورت باید ببینیم که تا چه حد این جریان هنگ کنگ سعی میکنه که به رژیمی تقریبا شبیه رژیم انگلستان، چون مستعمره اونجا بوده، انگلیس ها درش حکومت میکردن و عادت کردن به اون سیستمی که در انگلستان وجود داره، دقیقا در هنگ کنگ پیاده شده و برای مردمش خیلی سخته که برن زیر سیستم دیکتاتوری کمونیستی چین کمونیست زندگی بکنن و برای آزادیشون در اصولا دارن می جنگن در حال حاضر. و در همینجور در اخبار من مشاهده کردم که جمهوری اسلامی وارد کامپیوترهای بحرین شده و در کامپیوترهای دولتیش و بخش خصوصیش، البته من نمیدونم به چه گسترشی است و چه صدمه‌ای بهشون زدن، در اصل اطلاعات زیادی رو می‌دزدن به این وسیله و این تحصیل کرده های کامپیوتر متخصصین که معمولاً به خارج تحصیل کردن در حال حاضر ادعیشون دارن برای جمهوری اسلامی کار میکنن و چه اقدامات میکنه. همینجور خبر دیگه ای که بود این بود که در یمن در عدن وقتی یک مراسم فارغ التحصیلی نظامی ها بوده، یک راسته موشک و درون بهشون حمله کردن و نزدیک 40 نفر کشته شدن. خب مسلما ما میدونیم که باور نکردنی این نیستش که این امکانات رو حوتی های عدن داشته باشن، چون یه بخش کوچیکی از جمعیت یمن بودن که بخشی از شیعه هستن، شیعه دوازدهم من فکر نمی کنم باشن ولی شیعه هستن. در اصل ما میگیم که شیعه ها در 5 امامی دارن، 7 امامی دارن و خب 12 امامی دارن و
انواع اقسام دارن مثل اسماعیلی ها، در اصل مسلما که درسی داشته جمهوری اسلامی در این قطعی که در یمن پیش اومده. البته همینجور اشکال دیگه هم که در یمن پیدا شده، بخشی از کسانی که در عدن هستن یه حزبی وجود داره که مایله که یمن و عدن رو و بخش جنوبیش رو اصولا از یمن جدا بکنه. البته به خاطر بیارید در گذشته یک دولت در صنعا بود، یمن شمالی بود و یمن جنوبی در عدن بود، دو کشور مختلف بودن هر دو، ولی یکی شدن و در حال حاضر این بخشی که در جنوب هست بازم سعی میکنه که رژیمش رو جدا بکنه از شمال، از صنعا. و این اختلافی که افتاده در نیروهای سیاسی که در یمن هست، در عدن هستن در حال حاضر و حوثی ها در حال جنگی هستن، اصولا یه فرصتی به حوثی ها داده که از این اختلاف این استفاده بکنه و احتمالا در جنگ پیروز بشه. درصد اینا با اینکه این اختلاف دارن بازم سعی میکنن که اتحادشون حفظ کنن و اجازه ندن که حوثی ها یمن عدن رو بگیرن. پس این وضعیه که در اونجا پیش میره و جمهوری اسلامی هم نقش اساسی درش داره. حتی ما میدونیم که ظریف هم تحریم شده و ایشون میگفتن اصلا هیچ منزلی ندارن، در دارایی در امریکا ندارن، ولی گزارش شده که مشخص شده، یعنی که ظریف دوتا آدرس داشته در نیویورک و این آدرساش هم منتشر شده. البته هنوز معین نشد که این مسجد هم مال خودشه یا اینکه اجاره ایه یا هر چیزی هست. اصلا نشون میده که ظریف دروغی گفته در اینجا. البته دروغ گفتن در جمهوری اسلامی ما میدونیم که معقوله و پذیرش میپذیرنش، پذیرش وارگی داره، محروفترینش تقیه هست، تقیه میگم. و کاری که خمینی هم گفت من در پاریس انجام دادم و این به خاطر همین هم هستش که هر حرفی که مقامات جمهوری اسلامی میزنن در بعضی موارد و مخالفانشون امیدوار میکنن، باید بدونن که خب این به راحتی میتونه یک دروغ باشه و بعد وقتا خواستن زیرش بزنن به اعتراف هم بهش میکنن، شرمی هم ندارن ازش. همون که خمینی شرمی نداشت به اینکه دروغ گفته به تمام کسانی که رفته بودن پاریس. البته شخصا هیچ اهمیتی به این موضوع نمیدم که خمینی دروغ گفته باشه، چون طبیعی بود هر کسی که آشنایی اندکی داشت با طرز فکر مذهبی یا اسلام سیاسی میدونست که چنین چیزی درش وجود داره. بنابراین اون کسانی که رفته بودن اونجا بیشتر از اینکه خمینی سر پاریس رفته بودن، بیشتر از اینکه بخوام خمینی مقصر بودن، بعد خودشون مقصر بدونن، چون این نشونه بی اطلاعی خودشون بود که این کاری کرده بودن. درصد این وضعی که وجود داره در حال حاضر. نبوده در هفته گذشته طبق معمول ایجاد شغل در ماه قبل جولای اعلام شد، از ماه که آگست هستیم برابطه، و برابطه گفته شد که طبق آماری که وجود داره و آیارس این ارقام میده، پیرول از رو پیرولی که حقوقایی که شرکت ها میدن به مردم مشخص میشه، 164,000 شغل در جولای تولید شده و بیکاری هنوز 3.7%، 3.7% و بسیار پایین ترین درآمد بیکاری تا 50 سال پیشه. خب میگه که یکی از امتیازهای خیلی بزرگیه که الان از نظر اقتصادی امریکا داره که تولید شغل زیادی کرده و بیکاریش هم انقدر پایینه. به خاطر همینم قدرت خرید مردم خیلی زیاده. وقتی قدرت خرید مردم زیاد باشه پول خرج میکنن و وقتی خرید بکنن در نتیجه تمام اقتصاد میگرده. من به خاطر میارم چند
چند سال پیش وقتی جورج دبلیو بوش رئیس جمهور بود و رکود اقتصادی تقریبا شروع شده بود در اواخر رئیس جمهوریش، برای کسانی که تکس پیر بودن، کسانی که تکس مالیات میدادن، یک چکی 600 دلاری فرستاد IRS، اداره دارایی امریکا، و خب برنامه‌شون این بود که خب مردم این پول میگیرن خرج میکنن و در کل کشور ممکنه مثلا یه درصد تولید ناخالص ملی رو بالا برفرست یا 7.5%. منظور انقدر مهمه که مردم دستشون پول باشه، حتی وقتی که به اصطلاح پول دستشون نیست دولت امریکا براشون یه چک میفرسته. البته که اگه مالیات داده باشیم، اگه مالیات نداده باشیم اون مسئله جداگونه ایه. و همینطور همون در دوران بوش بازم بخش از پیرول و چون به اصطلاح مالیات هایی که روی حقوق هایی که مردم به کارکنانشون میدن شرکت ها، بخش از اون مالیات ها رو هم حتی تخفیف داده بودن، بر بخش تصور میکنم بازنشستگی باشه چنین چیزی، ولی خب بعدن که اقتصاد خوب شد اون رو منتفی کردن. منظور این پول مردم، پول داشتن مردم، حالا چه وسیله کار کردن باشه، چه وسیله چکای مستقیم اداره مالیات باشه، خیلی اهمیت داره. خب چون 3.7% وقتی بیکاری وجود داره یک رقم خیلی ایدئالیه، چون در اصل یه عده‌ای هستن که دارن شغل عوض میکنن یا مریض شدن، یعنی در اصل بیکاری هستش. همینطور البته در مقایسه با سال گذشته اینجوری گزارش میشه، در سال گذشته بیشتر به طور متوسط 223,000 شغل تولید شده در هر ماه. خب وقتی در 10-12 ماهش بکنیم ما میبینیم که بیشتر از 1.5 میلیون شغل تولید شده بود سال 2018 و الان ولی متوسطش 165,000 شغل در ماهه و اینم خیلی کمک کرده از نظر اقتصادی به امریکا. و یکی از علتهایی هم که ترامپ این جنگ اقتصادی رو شروع کرده و الان هم ادامه داره میده و برفرض بر علیه تمام توصیه هایی که مشاورانش کرده بودن اومد اعلام کرد که 10% مالیات خواهد گذاشت روی صادرات چین، چون مخالف بودن. اینجور که گزارش میشه تمام مشاورانش باش مخالف بودن، مثل وزیر اقتصاد و غیره. حس میکنه که چون این بیکاری کم در امریکا و تولید شغل مرتب داره، تولید شغل میشه، برابری وضع اکانومی امریکا خوب، از این فرصت داره استفاده میکنه تا چینیا رو وادار بکنه بهشون که تسلیم بشن و اصلاحاتی رو که امریکا میخواد انجام بدن. البته تا حالا موفق نشده، ولی خب تمام اقتصاد جهان به هم ریخته و بهترین نمونهش هم اینه که چقدر ارزش نفت پایین اومده، مصرفش پایین اومده، ارزشش هم پایین اومده. آخرین بار من دیدم چیزی در حدود 52 دلار بود هر بشکه نفت و این باعث شده بود که خب شرکت‌های نفتی امریکایی تقریبا 50% ارزش سهامشون از بین رفته در حال حاضر و به خاطر همین هم یه مقدارش مسئله مربوط میشه به پیش از این هم صحبت شد، چون اقتصاد جهانی گسترشش اندک کمتر شده و چیزی تا پیش بینی میکنن چیزی نزدیک 2% باشه، و قبلا بیش از این پیش بینی میشد که نزدیک 3% باشه و این باعث میشه اولا چیزی هم که صدمه میره وقتی اقتصاد جهانی پایین میره تولید مواد خامه، یکی از اون مواد خام نفته و بعدش هم بیشتر مصرف مس، آهن و تمام اینا مواد خامی که وجود داره و
بخش قابل ملاحظه‌ای از صنایع است، تولیدشون پایین میره و در امریکا زیاد تاثیر نذاشته، چون امریکا بیشتر توی های تک تولیداتش، ولی خب در کشورهای دیگه که خیلی متکی به تولید نفت هستن این موضوع به شدت تاثیر میذاره و گذاشته بر مسلماً بر فرض برزیل که صادر کننده عمده سنگ آهن، یا استرالیا چنیکومیس داری کمتر میخره ازش. در چنیکومیس هم ما میدونیم که هم مواد خام زیاد وارد میکنه هم نفت زیاد وارد میکنه و تمام اینا وقتی چنیکومیس اقتصادش رشدش بره پایین، این فروشنده هم نمیتونن این کالا هاشون بفروشن. اساس شغل امریکا بحث خیلی خوبی داره در حال حاضر. خبر دیگه ای هم که اصلا به خاطر این جنگ اقتصادی که وجود داره بین چین کمونیست و امریکا، البته چین کمونیست بزرگترین صادر کننده به امریکا بوده، ولی در حال حاضر به خاطر این اختلاف هایی که پیدا کرده سومین صادر کننده به امریکا شده و مکزیک اولین صادر کننده امریکاست و کانادا دومینه و چین کمونیست سومینه. و با این وجود چیزی نزدیک 13% از واردات امریکا رو تامین میکنه. البته ژاپن خیلی اندکی بیشتر از 5% و آلمان هم چیزی مثل 5% و خب درصد اینقدر به ضرر چین کمونیست شده این جنگی که وجود داره. و حتی چین کمونیست هم حاضر نیست اصلاحات بنیادی که امریکا میخواد ازش، که یکیش ندزدیدن دارایی های روشنفکرانه است و دومیش هم اینه که تعادل صادرات و واردات وجود داشته باشه براش با امریکا. این بیشتر خرید کردن از امریکا براش امکان پذیر هست، ولی چون اصولا عادت کرده در این 40 سال گذشته از زمان که تنگ شاپینگ اصلاحات اقتصادی رو شروع کرد در چین کمونیست اول سال 80، عادت کرده اینا رو بدوسته و واسه سخته که این کار انجام نده یا مجبور کنه شرکت رو که میرن اونجا تکنولوژی در اختیارش بذارن در چین کمونیست. یکی از شرایطش اینه معمولا که وقتی یه شرکتی میره در چین کمونیست شروع میکنه کار کردن، مجبوره که اون تکنولوژی که داره در اختیار مقامات چین کمونیست بذاره یا شریکی در کارخونه داره و معمولا کارخونه باید شریک چینی داشته باشن تا بتونن برن، حالا میخواد تسلا باشه یا میخواد فورد باشه یا سایر شرکت ها. به خاطر همین هم از برطرف شرکت هایی که دارن تلفن های اپل تولید میکنن در اونجا، شرکت هست این کار انجام میده چینی کمونیست و مجبوره که سیستمی که داره برای تولید این تلفن اپل با چینی ها شریک بشه. البته اینو امریکا قبول نداره و معتقده که باید پول بده و بخره و چینی کمونیست هم اعتقادی به این موضوع نداره. البته پیش از این هم صحبت شده دربارش، این یک نمونه آشکاریه که یک کشوری که خیلی هوشمندانه برخورد میکنه با دنیای غرب، دنیای آزاد و صنعتی، چطور میتونه از تمام صنایعش استفاده بکنه و باش معامله بکنه به طور کلی. در صورتی خب ما میدونیم که تنها شرکت خارجی که در ایران بود شرکت نفت ایران انگلیس، نوابق سیاسی که در ایران بودن چیزی که به عقلشون میرسید این بود که مصادرهش بکنن، ملیش بکنن، نه اینکه این شرکتی نیگر دارن و گسترشش بدن و محدودیت برایش ایجاد بکنن، پول بیشتری ازش بگیرن. تمام اون امکانات که داشتن ازش استفاده نکردن و فقط این کار انجام دادن. برای چین کمونیست الان سال هاست داره در این 40 سال گذشته با همین سیستم اقتصادی که ایجاد کرده تونسته دومی اقتصاد جهان بشه. بنابراین چیزی خیلی مهمی که وجود داره در این موضوع که ما ایرانی‌ها و کسانی که هنوزم
زنگ مصدق به سینه میزنن، بیان مقایسه کنن ببینن که در چین کمونیست چجوری با شرکت های خارجی برخورد کرده و چجوری از اون استفاده کرده که سطح زندگی مردم خوش بر بالا و اینا چجوری برنامه ری دارن و این مقایسه بکنن ببینن خب کارش درست بوده یا کارش غلط بوده. ولی خب کاری به این کارا ندارن، کاری ندارن در دنیا چی میگذره به طور کلی، یک افکار خاص خودشون رو دارن و حرفای خاص خودشون میزنن که با واقعیت هیچ ارتباطی نداره. واقعیت اینه که هر کشوری که با غرب تونسته به طریقی رابطه مثبت و خوبی داشته باشه از نظر صنعتی موفق شده. خب ایرانی ها وضع بدتری از نظر رابطه با غرب از ژاپنی ها که نداشتن، که حتی در جنگ دوم جهانی اون همه کشته دادن، اون همه کشته از سربازهای متفقین که بیشترشون امریکایی بودن. ولی در نهایت در حال حاضر یکی از تنگیترین دوستان امریکا هستن و تمام اون چیزا رو گذاشتن کنار. نمونه دیگه‌اش ویتنامه که سالها جنگیده با امریکا از سالهای 60 تا 70 و در حال حاضر یکی از بهترین دوستاشه و شرکت های امریکایی هم که میخوان در چین کمونیست کار نکنن میان تو ویتنام شروع میکنن کار کردن. ولی خب ما ایرانی ها و این جماعتی که وجود دارن و مسائل سیاسی رو اونقدر میپیچوننش با مسائل اقتصادی، همه چیز مخلوط میکنن و یک آشش سرخلم کاری درست میکنن از در فکری که جزین یک وقت بدبختی از مردم ایران چیز وار نمیاره و هنوز هم روی اونا تاکید میکنن که در اون کارا کاملا درست بوده. مصدق تمام کاراش درست بوده و بعدش هم یه داستانهای فریبنده بدون پای اساسی میسازن که یه کینه شطوری به امریکا و انگلیس داشته باشن و این کینه شطوری حفظش کنن که اینا در ایران کودتا کردن و به این ترتیب اجازه نمیدن اصولا یک طرز فکر جدیدی یا که با واقعیت ها بشه تطبیق بکنه، تطبیق که بتونه بعض زندگی مردم رو خوب بکنه ایجاد بشه و این بحثی توش نیستش که بعد قبلا هم صحبت شده. خب ما میدونیم دولت مصدق چی بوده، بیش از 2 سال بحران اقتصادی و بحران سیاسی بوده و البته این جبهه ملی بوده در اونجا. ما میدونیم که اولین دولتی هم که در جمهوری اسلامی تشکیل شد توسط جبهه ملی تشکیل شد و خب الان میدونیم که سرانجام به کجا کشید کارش و الان هم که مثلا بعد از این موضوع هم که جبهه ملی یا تمام کسانی که طرفدار مصدق هستن، من نمیدونم وقتی سر کار بیان میخوان چه بکنن. میخوان همون کینه شطوریشون رو با امریکا ادامه بدن، میخوان وارد جنگ با غرب بشن و دنیای آزاد بشن، یک بالاخره یه بهانه جیر میارن کاری ندارن که این مسئله واسه این آدم ها نیستش. کی به عقلش خطور میکرد که در ایران میان سفارتخونه امریکا رو بگیر و کارکنان سفارتخونه رو گروگان بگیرن؟ یه چنین چیزی اصلا به عقل چی میرسید؟ ولی خب اینا کردن این کار رو و حالا برفرض این آدم هایی که حاضر نیستن هیچ دوربرشون نگاه کنن، مقایسه کنن با 2 کشورهای دیگه اونها چه میکنن، اینها چه میکنن، چه حرفایی میزنن، برفرض پاکستان چجوری با غرب امریکا معامله میکنه، ترکیه چجوری معامله میکنه، همسایه خیلی نزدیک ما، و ما چجوری معامله میخواییم بکنیم و اصولا تمام مصیبت و بدبختی رو برای مردم ایران ایجاد میکنن و بعدش هم صبح تا شب متهم میکنن دیگران رو که این مشکلات رو ایجاد کردن. و ولی خب حالا در اینجا من این صحبت رو میکنم و کاری نداریم که حالا چقدر پیش میره میره، ولی هیچ من تصور نمی کنم با اون ذهنیت سیاسی و اقتصادی که وجود داره توی این در میان بخشی از ایرانی ها که خیلی هم صداشون بلنده، ایران بتونه آینده
روشنی داشته باشه. اصولا همیشه در بحران خواهد بود، همونجور که ما در دوران مصدق بحران داشتیم سیاسی و اقتصادی، و از زمانی هم که جمهوری اسلامی به کمک جبهه ملی و رفقای کمونیست سر کار اومد همش تو بحران هستیم. و در این مورد میلیون ها اصلا ایرانی اصلا کشور ترک کردن. در اصلا این ندیدن دنیایی که در خارج از ما ایران وجود داره برای خیلی از ایرانی هایی که در کار سیاست و اقتصاد هستن خیلی برای من جالبه، خیلی قابل توجهه که چطور نمیتونن ببینن این چیزها رو. شاید نمیخونن، شاید گوش نمیکنن، فقط حرفای خودشونه برای خودشون تکرار میکنن. باید اینطوری باشه. درست بگذاریم، این وضعی بود که از نظر اقتصادی وجود داشت. همینطور البته واوی هم یه شرکت چینیه که بحث شد، تولیدات زیربنای صنعت صنایع اینترنت میسازه، البته تحریم شد از طرف امریکا به خاطر اینکه دنیای آزاد معتقده، امریکا معتقده که تمام اطلاعاتی که این شرکت داره میذاره در اختیار دولت چین، و دولت چین هم دولت کمونیستی و در حال جنگ با دنیای آزاده. حالا هرچی الان در حال دوستیه ولی تمام اقداماتش حالت جنگی داره، به ویژه در دریای جنوب چین. بنابراین تحریم شد، و ولی با وجود اینکه تحریم شد فروشش بالا رفته، و علتش هم که فروشش بالا رفته در داخل چین کمونیست بالا رفته، به عنوان یک جریانی که به اصطلاح خیلی ملیه مردم چین تشویقشون کردن که کالاهای چینی رو بخرن، این تلفن‌های دستی که واوی می‌سازه بخرن، و به خاطر هم نزدیک 40% فروشش بالا رفت، در صورتی که از نظر جهانی که فروشش در خارج اندکی پایین‌تر از 20% شده، نزدیک 20% بوده ولی خب منفی شده، زیاد تغییر نکرده ولی رشد نکرده که خیلی مسئله جدی بوده. پیش از این همیشه رشد میکرده تو فروشش، نه تنها رشد نکرده بلکه پایین هم اومده. و اخیرا من دیدم در جایی که گزارش میدن که دولت امریکا خیلی در جزئیات داره وارد شده که جلوی وارد شدن تکنولوژی واوی در دولت امریکا رو از هر جهت جلوش بگیره. من ببینیم ساعت چنده. بله. البته مهمترین خبری که در هفته گذشته بود این بود که دولت هندوستان کشمیر رو، ما می‌دیدیم که بخشش دست پاکستانه، بخشش دست هندوستانه، اکثریت بخشی که در هندوستانه مسلمان هستن و دولت مستقل خودشونی داشتن، دولت مکانی خودشونی دارن مثل بقیه ایالت‌های هندوستان، و این دولت که داشتن اونجا اجازه نمیداده برفرض هندوها زمین بخرن یا خونه بخرن یا برای سرمایه گذاری از بقیه مناطق هندوستان، در اصل شهروندان هندوستان برای اینکه در کشمیری که دست هندوستان فعالیت اقتصادی بکنن یا مسکن بخرن ممنوع بوده ازش. یه چیزی تقریبا شبیه بخش فلسطینی که دست سازمان آزادی فلسطینه که در اونجا اجازه نمیده به برفرض کسی خونه‌شو به یه یهودی بفروشه، باید حتما مسلمان بفروشه، باید به یهودی بفروشه معمولا اعدامش میکنن. در کشمیر هم تقریبا چنین وضعی پیش اومده بوده که نمیذاشتن هندی‌ها واردش بشن، چیزی خرید زمین بخرن، خونه بخرن، همینطور نمیتونستن وارد فعالیت اقتصادی بشن. به اضافه اینکه خب فعالیت تروریستی هم وجود داشته، اصلا هندوستان اومده این امتیاز استقلال داخلی کشمیری که در هندوستان بود ازش گرفته. البته مواسی تحریک شده در پاکستان، تظاهرات خیلی شدیدی برپا شده چون پاکستان ادعا داره که تمام کشمیر متعلق به اونه، رفته سه بارم جنگ کردن با هم دیگه، و در این میون این تاثیر گذاشته روی
گفتگوهای صلحی که بین امریکایی‌ها بوده و طالبان بوده، قرار بوده طالبان بره با دولت قانونی افغانستان مذاکره بکنه به یک ترتیب به این جنگی که از یه 20 سال ادامه داره خاتمه بدن، یعنی کشته شدن مردم افغانستان متوقف بشه. علتش اساسیش هم اینه که خب پاکستان داشته همکاری میکرده با امریکا و خب نخست وزیرش هم چند وقت پیش در امریکا بود و قرار بود که کمک بکنه محدودیت برای طالبان ایجاد کنه، چون طالبان اصولا بدون پشتیبانی پاکستان نمیتونن سرپا بستن، قابل قبول نیست. یعنی در پاکستان مرکزشون در پاکستان، در پاکستان تمام آمادگیشون تدارکاتشون در اونجا میبینن و قرار بود پاکستان جلوی موضوع بگیره و اونا رو وادار بکنه که کمک دست و بالشون ببنده، اونا مجبور بشن بیشتر به طرف صلح برن. ولی خب الان پاکستان میگه من مشکل پیدا کردم با هندوستان، باید نیروهام ببرم تو هندوستان، مرز هندوستان و نمیرسم یه این کار رو در مورد طالبان انجام بدم. و این برنامه صلحی که بین برای امریکا وجود داشته این جریان هم به هم خورده. البته امریکا گفته من حاضرم بیام میانجیگری بکنم بین پاکستان و هندوستان و هندوستان هم در این مورد گفته ما هیچ درخواستی نکردیم که بیاد ترامپ در این موضوع دخالت بکنه. خیلی ممنون، هر وقت خواستیم بهتون خبر میدیم. در اصل یه بحران بزرگ در منطقه بخشی از خاور دور ایجاد شده و امیدواریم که منجر به جنگ نشه، چون هر دو نیرو مسلح به بمب اتمی هستن. البته چینی هم در این مورد دخالت کردن، چینی هم گفت ادعا دارن این کوهستان هیمالیا که بین اینا هستش یه منطقه اصولا که سخت از نظر نظامی اشغال کردنش، به خاطر همین همه ادعا دارن، ولی خب تا اونجایی از این خاک میرن جلو، این کوه ها رو میرن بالا که سرما و شرایط جغرافیایی بهش اجازه بده. اصلا اتفاق مهمی که در همسایگی ما افتاده و امیدواریم که وضع زیاد بعدی پیش نیاد. یه اتفاق دیگه هم که در هفته گذشته افتاد، امریکا 100% ونزوئلا رو تحریم اقتصادی کرد. هر کسی که باش به هر عنوانی، هر شرکتی با ونزوئلا، دولت ونزوئلا کار بکنه و تجارت بکنه تحریم میشه از طرف امریکا. خیلی گسترده است این موضوع و البته مادورو هم که رئیس جمهور دیکتاتور سوسیالیست ونزوئلاس به تجسخونیش ادامه داده و البته ایشون به پشتیبانی کوبایی ها و جمهوری اسلامی و روسا و چینی ها هنوز سر پا مونده و خب امریکا هم از تمام ابزارهای اقتصادی که داره استفاده میکنه در حال حاضر. اصولا ترامپ از ابزارهای اقتصادی و تکنولوژیش استفاده میکنه به جای اینکه وارد جنگی بشه و این تحریما خیلی گسترده است و مردم ونزوئلا به شدت تحت فشار هستن. قبلا هم گفته شده، صحبت شده در برش که گایدو که نماینده رئیس مجلس قانونی ونزوئلاست و 50 کشور امریکا دنیا اونو به رسمیت میشناسن که رئیس جمهور موقت ونزوئلاست، مذاکره داشته میکرده با مادورو برای اینکه به ترتیب اینا مادورو رو از شرش خلاص بشن، ولی خب چینی ها و روسا و جمهوری اسلامی و کوبایی ها چنین چیزی نمیخوان. اگر مادورو هم بخواد به زور نگرش میگشتن اونجا، چون پیش از این هم گزارش شده بود که میخواسته فرار بکنه، ولی خب اینا نذاشتن بره. و بسات مذاکرات هم که بوده متوقف شده و این بحران شدید اقتصادی که وجود داره در ونزوئلا و خب انتظار میرفت که پایان پیدا بکنه به زودی این اتفاق نیفتاد و هنوز این موضوع داره چش داره میشه.
ببینیم چه میخواد واقعا اتفاق اساسی بیفته. بله. اجازه هم یه نگاهی بکنیم به بازار سهام ببینیم چه وضعیتی داره در حال حاضر. اجازه فرمایید. من اینو آپدیتش کنم ببینم چه شده. بله، داو جونز در حال حاضر 311 پوینت بالا رفته، S&P 500 هم بیشتر 45 پوینت بالا رفته و نزدک هم بالا رفته بیشتر 143 پوینت. حتی بقیه ملاک هم وجود داره. اویل 52 دلار و 64 سنت. طلا و نقره قیمتش خیلی بالا رفته اخیراً به خاطر این پایین رفتن بهره، تاثیر زیادی گشته تو قیمت طلا. 1500 دلار شده در اونسش، بیشتر از 1500 دلار تصور میکنم. میذارم من دقیقاً نگاه کنم ببینم چقدر بوده طلا. در حال 1508 دلار طلا در اونسش، به خاطر میگم که چیزی نزدیک 1100 دلار بود، مثلا 400 دلار بالا رفته. همینطورم بیت کوین قیمتش خیلی بالا رفته. من تو خیلی بهش اعتقاد دارم به بیت کوین. با اینکه خیلی دزدی میشه توش و اینا، خیلی هم مشکلات ایجاد میشه بعضی وقتا. ولی خب بعضیا پولاشونو گشتن تو بیت کوین و اونم قیمتش رفته بالا. البته یکی از ملاکایی که وجود داره برای متغیر بودن بازار سهام ویکس، این رقمش در حال 17.59. البته وقتی بالای 25 بره یعنی خیلی تغییرات زیاده، ولی دیروز نزدیک 21 بود، اما که 600 پوینت رفته بود پایین بازار سهام، ولی امروز رفته زیر 20. ولی به همون هم وقتی 15 میرسه طبعا نشون میده که چیز شرایط خیلی تثبیت شده و ثابته. ولی وقتی بره بالای 20 و 20 بالای 25 بره که بازار سهام خیلی اختشاش توش هست، ولی خب بین 25 تا 20 تغییرات شدیده. درسته این ویکس یکی از اون ملاچ هاییه که حتما باید بهش نگاه کرد. اجازه بدید من اینه به اشتراک بذارم. بله، همونجور ویکس که 17.69 در حال حاضر، و البته بحث زیادی هم هست در باند، ارزش باند، بهره باند خیلی پایین اومده به خاطر اینکه خیلی ها هجوم آوردن باند بخرن. مثل هر چیزی باندم وقتی خریدارش زیاد باشه نسبت به اون مقداری که وجود داره بهرهش میره پایین. الان باندهایی که بر اساس دولت امریکا میفروشه پولی که قرض میکنه، ما میدونیم که امریکا چیزی مثل 22 تریلیون دلار بدهکاره، یا یه چیزی نزدیک این رقم. فرسته به 1.771 و همون 10 سالش البته اینه، برای خیلی 2 سالش مثل از این هم بیشتره، برای وقتی 10 ساله کمتر از 2 ساله است همه چیز وارونه شده است به طور کلی. نگذارید فهمید در این فرصت یه نگاهی بکنیم به شرکت های دیگه بازار سهامی که من به اشتراک بذارم با شما. بله، همونجور مشاهده میکنیم شرکت های نفتی هستن، بریتیش پترولیوم. بله بله، همونجور مشاهده میکنیم الان بریتیش پترولیوم شرکت نفتی ایرانی سابق
37 دلار سهامش، هر سهامش البته بوده تا 47 دلار هم بالا رفته بوده و تا 36 دلار هم پایین اومده بوده، و امروز هم یه 9 سنت رفته بالا. امروز نفسی دارن میکشن شرکت های نفتی طور کلی، و فرض آپاچی که الان 21.95 یه شرکتی بوده که ارزش سهامش 50 دلار بود خواست و پنجه بیشتر از 50% اومده پایین. شرکت های نفتی اصولا وضع خیلی بدی دارن در حال حاضر از ارزش سهامشون، و امروز البته یه ذره وقتی بازار سهام مثبته اینا مثبت میشن. اجازه بدید شرکت های فنگ که نگاه بکنیم بهشون که معمولا تعریف میکنیم در این برنامه. این شرکت های فنگ مثل اپل، امازون، فیسبوک، گوگل، مایکروسافت، نتفلیکس، البته مایکروسافت نیست جزوش، نتفلیکس امروز همونجور که مشاهده میکنید همشون مثبتن. نتفلیکس بیشتر از 9 پوینت بالا رفته، مایکروسافت بیشتر از 3 پوینت بالا رفته، گوگل هم بالا رفتن اینا، ولی تصدی اینا یکی از بیشترین افزایش که بازار سهام داره در حال حاضر همین شرکت های فنک هستن. یعنی هر کسی این سهام ها رو نخره اصولا یه مقدار از قافل عقب میمونه، بنابراین همه سعی میکنن کسایی که دو بازار سهام هستن این سهام ها رو داشته باشن. حالا فقط مهم اینه که کی بخرن. اگه گرون بخرن خب نوسان داره، پایین میره و طبعا ضرر میکنن. در اصل این همشون مثبتن همونجور مشاهده میکنید. البته بیاند میت یه چیزی که جریانی که همبرگریه که گوش نداره توش، یعنی سبزیجات چیزی شاید مثل کوکو سبزی خودمون باشه، و البته این قیمتش وقتی به بازار سهام جدیدن وارد شده 45 دلار بوده تا 239 دلار بالا رفته. خب بعضی 239 دلار خریدنش، ولی خب الان پایین اومده 162 دلار، چیزی نزدیک 80 بله 80 پوینت پایین رفته از نفت بکشش. ولی یکی از اون فنومنایی که بازار سهام است و اینجور قیمتش بالا رفته. البته زوم که از این برنامه ما از زوم استفاده میکنیم، شرکتی که وقتی که بازار سهام وارد شد 59 دلار شد بوده، نزدیک 60 پوینت بوده، ولی تا 107 پوینت هم رفته بوده بالا، و الان اندکی پایین اومده، ولی امروز مثبت به طور کلی. اینجوری که شرکت همه وضعشون خوبه اصولا به طور کلی. البته ایزو فهمی در اینجا نگاهی هم بکنیم به شرکت های تکنولوژی که بیشترین بخش بازار سهام شرکت های تکنولوژی هستن. همونجور مشاهده میکنید امروز همشون مثبت هستند. نورتروپ گرومن 10 پوینت بالا رفته به طور کلی نگاه میکنیم، برفض تا 4 پوینت تویلور 14% بالا رفتن از که 14.5% همشون مثبت هستن. امروز خوبیه براشون، خیلی کسی شرکتی که پایین رفتن خیلی کم هست. میزوانی در بوری یه کمپانی جدیدی هستش که الان معرفیش میکنم بهش میگن روکو. روکو الان امروز 20 پوینت بالا رفته، 121. این روکو تقریبا تو اینترنته و خیلی از شرکت های دیگه میخوان فیلمی چیزی پخش کنن، روکو میتونی از روکو ببینیشون، یه پولی مثلی به اونا میدن. و من هم زیاد به تکنولوژیش وارد نیستم، ولی توجه بکنید از 26 دلار تا 23 دلار رفته بوده بالا، یه امروز 20 دلار فقط رفته بالا. از اون پدیده های استثنائیه که بعضی وقت در بازار سهام سرکلشون پیدا میشه، متکی به تکنولوژی شدیدن، و میبینیم که امروز انقدر افزایش پیدا کرده. بله بله، من فکر میکنم در واقع تمام صحبتهایی که باید بشه امروز در واقع شد، و الان ساعت 10 صبح و وقت من تمام شده. من امیدوارم این برنامه برای بینندگان و شنوندگان گرامی قابل استفاده باشه، و تا هفته آینده امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشیم و بدرود.
جناب بهبهانی بدرود، امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشید.